سلام یک شنبه 28 خرداد 96 18 جوان 2017 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکن موضوع اول این که با شلیک گارد مرزی عربستان به یک قایق ماهیگیری ایرانی و کشته شدن سیاد بوشهری تنش بین دو کشور ایران و عربستان وارد فاز جدیدی شد سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته موضوع در دست بررسی است و چون مسئول وزارت کشور گفته چون سفارت در عربستان نداریم کار سختتر میشه این اقدام عربستان خلاف عرف معمورین مرزی است چون به فرض اینکه حتی یک قایق ماهیگیری وارد آبهای ساحلی عربستان شده باشه روال بر این است که معمولین گارد مرزی اختار می کنند حد اکثر هم قایق رو میارند دستگیر می کنند و با تبادلات مرزی آزاد می کنند جنرال دانفورد دیروز رئیس ستاد ارتش امریکا دیروز شنبه اعلام کرد که ایران به حوسی های یمن موشک کروز و تجهیزات پیشرفته و پیچیده داده و امنیت باب المندب رو تهدید میکنه او گفته که حفظ امنیت تنگه باب و تنگه هرمز جزو تعهد امریکاست این اختار که به درگیری در یمن که ایران از حوسی ها پشتیبانی میکنه و عربستان از دولت قانونی یمن به یک جنبه بین المللی و مسئله احتمالا واکنشی امریکا رو می در کویت هم امروز یک شنبه حکم نهایی 21 تن از افرادی که از دو سال پیش دستگیر شدند به اتهام همکاری و جاسوسی برای ایران و حزب الله لبنان حکمشون صادر شد از پنج سال حبس تا حبس ابد محکوم شدند رهبر و متهم شمار یک اعدام محکوم شده بود ولی تجدید نظر او رو به حبس ابد محکوم کرد البته دو نفر هم تبرعه و آزاد شد امارات هم به نظر میرسه یک قرارداد بزرگ نظامی با آمریکا بسته ولی جزئیاتش رو منتشر نکرده به دنبال عربستان و قطر امارات سومین کشوری است که احتمالا خرید بزرگ نظامی از امریکا کرده در سوی دیگه امروز از امروز یک مانور دریایی مشترک بین ایران نیروی دریایی ایران و دو ناوشکن و یک هلیکوپتر چینی از منطقه شرقی تنگه هرمز تا دریای عمان برگزار خواهد شد به این ترتیب دیده میشه که منطقه خلیج فارس و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس وارد یک دور جدید تنش با ایران شدن موضوعی که اگر به کنترل در نیاد و به اغلای مملکت نتوانند عملیات خطرناک سپاه رو مهار بکنند در یمن در بحرین و در جاهای دیگه خدای نکرده میتواند به درگیری های جدی منجر بشه که با توجه به دولتی که در واشنگتن هم بر سر کار هست احتمال همه گونه اتفاق رو میشه موضوع دوم این که آقای عبدالرزا داوری از نزدیکان آقای احمدی نژاد که به زندان رفته گزارش عجیبی رو از داخل زندان به همسرش داده او گفته رضا گلپور نویسنده محبوب روزنامه کیهان و قرارگاه اماریون و نویسنده کتاب شنود اشباخ که حاوی بسیاری تهمت ها به مخالفین سیاسی آقای خامنهی و جناه اصولگرا بوده و ده ها نوشته دیگه گفته او رو در زندان دیده که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده خبری که اگر صحت داشته باشه بی سر و صدا اتفاق افتاده و منتشرش نکردن و جالبه که افرادی که ظاهرا نزدیکترین امینترین تئوری پرداز و توضیح دهنده و توضیح کننده جناه تندروی حکومت و دهها سناریویی که از این جناه در میآید جاسوس اسرائیل عذاب در اومد. با نامه مجلس به سپاه انتقادات از سپاه شروع شده که در خصوص امنیت کوتاهی کرده شب احیا در مقبره آقای خمینی شلی که هوایی تیر هوایی از سوی نیروهای سپاه هم بعد از اختار به یک خبرنگار عکاس که ظاهرا اختار رو نشنیده در این منطقه هم تنش ایجاد کرد اصولا بعد از حمله تروریستی داعش و آشفتگی سپاه که مسئولیت حفاظت از اماکن اینچنینی رو به عهده داره سوال جدی ایجاد کرده که عدم انضباط آشفتگی سوء مدیریت و ناکارآمدی سپاه رو علا تمام ادعاها و خط و نشونهایی که میکشه نشون میده به نظر میرسه تنها استعداد این آقایان سپاهی ها بر سرکوب مردم درگیر شدن با زن و بچه مردم در خیابان شنود کردن و مواردی اینچنینی در جاسوسی از مردم و سرکوب های مردمی است و در موضوعات حساس جدی و واقعی دچار آشفتگی و سوء مدیریت هستند موضوع سوم این که روزنامه اعتماد گزارشی رو داده از خانواده های آتش کشته شده در حادثه آتش سوزی ساختمان و پلاسکو و نگهبانان کشته شده در این حادثه که بعد از چند ماه کسی دیگه سراغی از اونها نمیگیره حتی یک زنگ هم به اونها نمیزنن حقوق ماهی 500 هزار تومن تا 800 هزار تومن قرار شده به اونها بدن تازه به گفته یه همسر یکی از نگهبانان تنها شب عید یک میلیون تومن به اونها دادن و دیگر پودی در اختیار اونها نیست به قول خانواده یکی از آتش نشانان کشته شده که فرزند دیگرشون هم آتش نشانه گفتن حتی دریغ از ساختن یک سایبان بر مزار آتش کشته شد آقای باهنر در انتقاد از آقای روحانی گفته او در سال 78 سردار مبارزه با اصلاح طلبی بود و اکنون به کلی عوض شده کوشش هایی که جناه اصولگرا داره میکنه در تخریب آقای روحانی این روزها شدت گرفته بعد از صحبت آقای روحانی هم که از قول امیر گفته بود که مبنای حکومت و فرمانروایی رأی مردم هست بعد از حمله آقای مصباح یزدی آقای مکارم شیرازی هم به او حمله کرده و گفته که انتخاب حاکم در اسلام به عهده مردم نیست بلکه خداوند باید ولی رو تعیین کنه این بحث قدیمی و کشداری است که خلاصه اون هم این است که مدلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده برای جمع کردن بین یک حکومت فقهی و انتخابات از سوی مردم با توجه به تنشهای مکرر بین ولی فقیه و رهبری از یک سو و رئیس دولت از سوی دیگه که بدون استثنا در تمام ادوار جمهوری اسلامی جاری بوده در نهایت شکسته این مدل در قانون اساسی رو نشون میده موضوع تئوریکی که حل نشده و این حرف های امثال آقای مکارم و مصباح هم حرف های تکراری است که حاصل اون هم ناکارآمدی نظام ولایت فقیه رو بیشتر نشون میده به خصوص اینکه سوالات جدی که در خصوص خدا ولی رو تعیین میکنه و غیره رو هرگز این آقایون نتوانستند جواب بدن که چگونه چطور و مسائل مختلفی که در نقد نظریه ولایت فقیه مطرح بوده و هست موضوع چهارم اینکه در فرانسه حزب جمهوری به پیش که آقای مکرون رئیس جمهور منتخب اون رو درست کرده پیش بینی میشه امروز در انتخابات پیروزی قاطعی به دست بیار از 577 کرسی پارلمان فرانسه بیش از 470 کرسی رو احتمال میدن که این حزب برنده بشه حزب سوسیالیست که حاکم بود احتمالاً بزرگترین شکست رو خواهد خورد و بین 10 تا 15 کرسی بیشتر براش پیش بینی نمیشه آقای پوتین در واکنش به تحریم های جدید سنای امریکا گفته روابط ما با آمریکا رو این تحریم ها پیچیده تر میکنه ولی زود است که نظر بدیم عربستان سعودی هم تقاضای ترکیه برای تأسیس پایگاه نظامی در عربستان رو رد کرده موضوعی که آقای اردوغان قبلا روی اون خیلی تبلیغ کرده بود در عراق شهر الولید در مرز عراق و سوریه سرانجام به تصرف ارتش عراق و اشایر سنی در آمده و در موسل هم عملیات برای آزاد کردن باقی مانده موسل بخش قدیمی شهر موسل آغاز شده در حالی که بیش از 150 هزار ساکن این منطقه به نوعی در گروگان داعش هستند اما موضوع آخر اینکه جناب آقای مهاجرانی فرمودند که هشدار رهبری مربوط به سال 59 کاملا به هنگام و دقیق بوده اندکی سبت سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی